خب خانم کرمی، شما خودتون کجا بودین در ششم مرداد ماه؟ راستش سوالتون منو برمیگردونه به یه خاطرات تلخی. من در واقع شیش مرداد توی صحنه نبودم. اینجوری بود که من وقتی که خبر اومد هجوم این نیروهای مزدور به اشرف، خب همه سوار ماشین شدیم که بلافاصله خودمونو به درب اشرف برسونیم. من همونجا به من توی ماشین قبل از حرکت به من مأموریت اینو دادن که حفاظت مقرمونو جز کسانی باشم که حفاظت مقر رو به عهده دارن، چون به طور واقعی نمیدونستیم دشمن از همه طرف داشت هجوم می آورد و معلوم نبود که چی بشه، که من اونجا موندم و تو مقر موندم. ولی خب سیمای آزادی به سرعت لحظه لحظه تمام اخبار و تصاویر رو منتقل میکرد. لحظات خیلی دردناکیه الانم که دارم بهش فکر میکنم. واقعا سخت بود. میدیدم که خواهران و برادرانم زخمی و مجروح چجوری دارن از اشرف حفاظت میکنن. خیلی دلم میخواست مثلا اون لحظات، نمیدونم چجور توصیف کنم، ولی واقعا دلم میخواست جای تک تکشون میبودم. وقتی میدیدم که برادری یا خواهری مجروحه ولی ایستاده، وقتی شعارها و فریادها رو میشنیدم، وقتی که سنگ زدن و وحشیگری این مزدوران رژیم رو میدیدم روی خواهران و برادرانم، به طب فکر کنم هر کسی براش خیلی سخت بود که اون تو صحنه نباشه. مثلا کدوم صحنه بیش از همه شما رو تحت تاثیر قرار داد؟ البته که همه صحنه ها خیلی برام سخت بود. الان دارم بهش فکر میکنم، هنوز که هنوز فکر میکنم تلخترین خاطراتم همون روزه که نبودم تو صحنه. ولی در حینی که داشتن اخبار میگفتن، اطلاعیه اومد که خواهر زهره قائمی، معاون مسئول اول سازمان، مجروح شدن. که این سخت‌ترین لحظه بود برام. مثلا اونجا اولش باور نمی‌کردم، مثلا میگفتم که آخه چرا مثلا گذاشتن خواهر زهره بره جلو؟ آخه کسی نبود جلوی خواهر زهره رو بگیره؟ مثلا خب بالاخره خواهر زهره مسئول ماست، معاون مسئول اوله، چجوری میشه که کسی مجاهدین اجازه داده باشن این بره جلو؟ مثلا حتی تو چیز خودم، دنیای خودم که اونجا داشتم سیما رو میدم، مثلا میگفتم که ای کاش من بودم و جلوشو میگرفتم، نمیذاشتم بره. البته فکر کنم یه سنت تو مجاهدین که فدا از همیشه از بالاترین نقطه است، از حنیف گرفته تا همین شهدامون و خواهر زهره قائمی هم که جایگاهش برای همه ما اشرفی ها و فکر میکنم برای همه مشخصه که اون سخت‌ترین لحظه هم بود واقعیت. بله. البته طبعا این یک حس مشترک هست بین همه اشرفی ها، یک اصطلاحی هست که میگن مجاهدین با سر میجنگن و دفاع میکنن و پیش میرن. حالا در بین اون صحنه ها یک صحنه هم هست از برادر شما، دوست خوب من علی کلبی. بله. که من راستش خودم وقتی که اون صحنه رو دیدم بی اختیار، حالا چون در تقریبا ماهای ابتدایی شروع قیام سراسری هم بود، به یاد اون شور و هیجان قیام آفرینان افتادم و خیلی یادمه که اون صحنه رو که دیدم برام تداعی شد این پیوند بین اشرف و قیام. حالا شما خودتون به عنوان خواهر علی چه احساسی داشتید؟ من علی را، یعنی باز هم میگم همونجا تو مقر، علی رو تو سیمای آزادی دیدم که مجروح شده بود. صحنه‌ای که ازش یادمه، میخواستن سوار آمبولانسش کنن، یه ماشین بود یا آمبولانس دقیق یادم نمیاد، ولی میخواستن ببرن بیمارستان اشرف که با صدای بلند میگفت من نمیرم، آخه دارن خواهرانمون رو میزنن، دارن خواهران رو میبرن، چجوری من برم؟ که فکر میکنم که این حس واقعی و درست خواهران و برادران اشرفی بود که هیچ کس، همینطوری که الان سیما گفت، هیچ کس، نه خواهر نه برادر، حاضر نبود از صحنه خارج بشه. کما که اگه من بودم هم همین، یعنی هر کسی بود این کارو میکرد. که دقیقا من اون صحنه از علی هم یادمه. بله درست میگی، علی هم بود. این هم خودش داستانیه و فکر میکنم که جای تأمل داره. بینندگان عزیز، یعنی اون شور و شیدایی برای تهاجم هرچه بیشتر و پایداری بیشتر، خواهری که
قبطه میخوره بقیه خواهران و برادرانش که با اون سرهای خونچکان در صفوف مقدم هستن و برادری که به رغم جراحت همچنان میخواد ادامه بده. بهشون سنگ میزنن، هم خواهرها رو میخوان بردارن ببرن، هم چوب میزنن، هم آب جوش.